داشتم به این فکر میکردم خودشون رو آماده کردن، الان نیرو سرکوب رو بردن برای مراسم اربعین، اونجا بالاخره یه دلی سبک بکنن و یه شستشوی مغزی بشن و یه پولی بهشون بدن و تمام نیروشون رو فرستادن اونجا. یعنی الان شاید الان برای مبارزه مدنی بهترین موقعیته، چون تمام نیروهای سرکوب الان کربلا دارن چلو کباب میخورن و شکمی سیر میکنن و آماده میشن. حکومت با دادن وام، با دادن غذا، سرویس عیاب و زهاب، اینترنت رایگان دیگه چه ملقی که برای اینا نزد. حتی گفته شده که رفتن از فاطمیون و لبنان و افغانستان این ور اون ور هم نیرو بردن که کمک حالشون باشه. نیروهای بسیجی سرازیر شدن به کربلا برای مشغول اربعین هستند. از این طرف خب طبیعتا میادین خالی هست، مردم چگونه از چه زاویه‌ای و چگونه شروع کنن برای احیای اون دهه قیام و در واقع سالگرد قیام جنبش زن زندگی آزاد، در شرایطی که خود نیروهای رژیم کلن بسیج شدن در اربعین و به نحوی صحنه ها خالی شده. در این باره شما چه راهکاری رو معرفی میکنید؟ مثل سابق ما خیابان ها در واقع در دست بگیریم و مبارزه دیگری علیه کاخ نشینان جماران باشه. الان تو این شرایط به خاطر اربعین اینا سرگرمی خیلی زیادی دارن و دقیقا به خاطر همین اربعین هم یکی از سرگرمی هاشون اینه که به اصطلاح کسانی رو که دارن با پول مردم ایران از پاکستان و افغانستان میارن برای اینکه بپیوندن به اربعینی که در ایران هست یا به نجف و کربلا هم برده بشن با همین هزینه های جمهوری اسلامی ایران. این اربعین توی همچنین شرایطی خورده که سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی انقلاب ژیناست که مردم از این موقعیت استفاده کنند.